مسلمانان علاوه بر عدم مدارای مذهبی با حملات هدفمند در سراسر هند روبرو می شود. این اتفاقها در روزها و هفته های اخیر پس از افتتاح معبد رام بر روی خرابه های مسجد بابری افزایش چشمگیری یافته است. با هم گزارش علی اکبری را ببینیم. هند همچنان با گسترش موج خطرناک رفتارهای نفرت پراکنانه و خشونت علیه اقلیت‌های مذهبی به ویژه مسلمانان، مسیحیان و دالیت‌ها دست و پنجه نرم می‌کند. همین امر باعث نگرانی‌های جدی در مورد به خطر افتادن دو اصل تساهل مذهبی و همزیستی مسالمت‌آمیز در این کشور شده است. حوادث اخیر در مناطق مختلف هند نیاز فوری به رسیدگی به این موضوع را در اولویت قرار می‌دهد، چرا که همان اصولی در حال گسسته شدن است که هندی‌ها خود را با تکیه بر آنها سکولار و دموکراتیک می‌نامیدند. حملات ناشی از نفرت علیه مسلمانان در آستانه و پس از افتتاح معبد مورد مناقشه رام در آیودا در 22 ژانویه بارها مشاهده شده و افزایش قابل توجهی داشته است. چندی است که مسلمانان در جریان رسیدگی به نزاع‌ها و درگیری‌های مذهبی خود را در نقطه مقابل دستگاه‌های دولتی می‌بینند، چرا که دولتی‌ها یا با اوباش و افراد خشونت طلب هم دست شده و یا دولتی‌ها به گونه‌ای دیگر به این خشونت‌ها نگاه می‌کنند، گویا اصلاً خشونتی صورت نگرفته است. در ادامه این گزارش تنها به برخی از موارد اخیر در این زمینه اشاره می شود. حملات دست جمعی به یک نوجوان مسلمان به دلیل بی احترامی به پرچم زعفران هندوتوا. آتش زدن یک جوان 19 ساله مسلمان توسط اوباش هندوتوا و انتشار ویدیوی این حادثه در شبکه‌های مختلف اجتماعی. غارت شدن مغازه‌ها، آسیب زدن به وسایل نقلیه مسلمانان و حمله به چندین نفر در شهر بمبئی توسط اوباش هندوتوا. تخریب مغازه‌های مسلمانان در منطقه مسلمان نشین نایانگار جاده میرا در شهر بمبئی با بولدوزر توسط مقام‌های هندوتوا. جان باختن محمد بلال، یک سبزی فروش بیگناه 28 ساله پس از تیراندازی توسط پلیس در شهر ماوانا در ایالت اوتار پرادش تحت حاکمیت بی جی پی. کشته شدن یک جوان مسلمان به نام مهدی حسن در شهر نویدا اوتار پرادش که مورد حمله وحشیانه قرار گرفت. ویدیوی این حادثه نشان می‌دهد که دو نفر از اوباش هندو با چاقو به مهدی حسن حمله می‌کنند و سپس طنابی را دور پای او بسته و وی را به این صورت در تمام روستا روی زمین می‌کشند. ضاربان این عمل بی‌رحمانه خود را ادامه دادند تا زمانی که مهدی حسن آخرین نفس‌های خود را کشید. در کانابج اوتار پرادش هندوها تلاش کردند تا مسجد 400 ساله مسلمانان در محله تاجپور نوکاس را تخریب کنند که این اقدام خشم عمومی آنان را برانگیخت. این مکان مذهبی برای مسلمانان دارای اهمیت تاریخی و فرهنگی قابل توجهی بوده و به عنوان نماد میراث غنی این منطقه بیش از 4 قرن است که باقی مانده و تلاش برای تخریب آن علاوه بر خشم، ناامیدی و سرخوردگی را در میان مسلمانان برانگیخته است. حوادثی از این دست نیاز مبرم به رسیدگی جدی دارد تا از این رهگذر مقام‌های دولتی و جامعه هند تجدید نظری در رفتارهای خود نظیر عدم تساهل مذهبی، تبعیض و خشونت فزاینده نموده و به رسمیت شناختن ارزش‌های مذهبی دیگران و مدارا با آنها را دوباره به رویه جاری تبدیل کرده و بر همزیستی مسالمت‌آمیز تأکید کنند. علی اکبری، اخبار شیعه. دکتر سید برهان الطافی، پژوهشگر سیاست و حقوق بشر از گیلان با ما همراه هستند. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر باشه. اخیراً گزارشان نشان میده که فشار و خشونت علیه مسلمانان در هند افزایش یافته. دلایل این افزایش چیه؟ بفرمایید. خشونت ها همانند ضرب و شتم و سوزاندن مسلمانان در هند را در قدم اول ما نقض سریع حقوق بشر می دارم و این باید جلویش گرفته شود به هر ترتیبی میشه. و عوامل آن را می توان چنین برشمرد. عوامل یک بودی نداره، عوامل چند بودی روی مسائل دخیل هست. مثلا مقاومت و ایستادگی مسلمان های کشمیر در برابر مردم و دولت هند از یک طرف، تصویب قانون شهروندی که در سال 2019 در هند انجام شده بود، از جانب دیگر که در اون قانون عملا هویت مسلمان ها را سلب کرده بود و هویت اتباع هندوستان را هندو به رسمیت شناخته بود، و از جانب دیگر هند فاقد تعریف قانون نفرت پراگنی هست. قانون نفرت پراگنی در هند تعریف نشده و این که چی موضوعی در هند جز نفرت به حساب می آید و چی موضوعی جز نفرت به حساب نمی آید بین حقوقدانان و وکلای هند مورد اختلاف است. در کنار اینها روحانیون هندو پیروانش را به نفرت و همچنان به برداشتن اسلحه تشویق میکنه و این نشان میدهد که در واقع هند به من ادعایی که به دموکراسی کثرتگرا و بزرگترین دموکراسی که در جهان در واقع مدعی هست تجربه میکنه نرسیده، و برداشت ما اینه که هند کشوری در حال گذار به دموکراسی قرار داره و در زمان گذار در واقع تعارضات مذهبی و تعارضات اعتقادی یک امر طبیعی هست و دولت باید جلوی خشونت ها را بگیره و نقض حقوق بشر را در واقع جلویش را بگیره. بله جناب الطافی، در برخی موارد گزارش های وجود داره که پلیس از خشونت ها جلوگیری نکرده یا سهلنگاری و حتی همدستی کرده. آیا فشار علیه مسلمانان به بخش از سیاست کلی حکومت این کشور تبدیل شده؟ به نظر می رسد که در زمان حکومت مودی در واقع خشونت ها علیه مسلمانان افزایش پیدا کرده و این موضوع نشان دهنده این است که آقای نندرا مودی نسبت به هندوها احساس مسئولیت بیشتر می کند، اما نسبت به مسلمان ها و غیر هندوها مسئولیت ندارد یا کمتر توجه میکنه. این نشان دهنده این است که اگر آقای مودی و حکومت او در واقع خشونت را و انزجار را نمیخواست در جامعهش رونق پیدا بکنه و روحیه و فکر خشونت در بین جامعه هند شکل میگرفت، باید دست به تصویب قانون شهروندی که در 2019 در واقع اقدام کرده بود نمیزد، و اون قانون باعث شد که اندیشه در واقع خشونت ورزی، اندیشه خشونت طلبی در جامعه هند افزایش پیدا بکند، و در واقع عملا اون قانون دستی پلیس و نیروهای انتظامی را در آزار و اذیت غیر هندوها باز گذاشته. چرا؟ چون آنها به لحاظ قانونی دارای هویت ندارد، سلبی هویت شده در واقع. بله، با توجه به تداوم فشار و خشونت علیه جامعه مسلمانان، چشمانداز آینده مسلمانان در هند رو چگونه میبینید؟ فکر میکنم که فاکتورهای همانند محرومیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مسلمانان از یک طرف، به حاشیه رانده شدن مسلمانان و عدم حضور آنها در تصمیم گیری های سیاسی از جانب دیگر، و چرخه بی پایانی بی سوادی و فقر موجب گردیده که آینده مسلمانان در هند از دو سناریو خارج نباشد. برداشت من اینه که اگر در انتخابات آینده نندرا مودی اگر مجدد برنده شود،
امکان اینکه سیاست های ناسیونالیستی هندویش را افزایش بدهد بیشتر است. با این حساب با روی کار آمدن مجدد مودی آینده مسلمانان در هند مبهم خواهد بود. اما اگر در انتخابات آقای مودی در واقع رأی نیاره و برنده نشود، رقیبش که به نظر می رسد آقای راهول گاندی از نواده های گاندی هست، اگر در قدرت برسد امکان این وجود دارد که روحیه در واقع فرهنگ مسالمت آمیز و مدارجویی در هند افزایش پیدا بکند. چرا؟ چون اکثر گزارشگران و محققین بر این باور است که پشت صحنه تمام خشونت ها آقای مودی و حزب حاکم هندوستان می باشد. بله، ممنونم. دکتر سید برهان التافی، پژوهشگر سیاست و حقوق بشر از گیلان با ما همراه بودند.